به به سلام، امیدوارم که خوب باشین. اگر بشه خوب بود، که نمیشه خوب بود. بس آدم قصه داره، ولی خب سعی میکنیم. من یه روز سعی کردم غم نخورم، قصه نخورم. یعنی یه روز من از خواب پاشدم، گفتم به حرف حافظ عزیز گوش بدم که میگه غم نخور. خب غم نخورم. گفتم این رو من غم نمیخورم. نه نمیخورم، غم نمیخورم. اینترنت رو با میکنم، آهنگای شاد میذارم، خبرهای خوب میخورم، اینا حال میکنم. آقا اینترنت رو با کردم، گفتم امروز غم نمیخورم، تق خبر اومد. میشه غم نخورد اون وقت با این خبر؟ حافظ عزیز، حالا هزار خبر تلخ هست، ولی این یکی دیگه حافظم نمیتونه کارش بکنه. خبر این بود که مجسمه حافظ در شهر اهواز به سرقت رفت. بفرما، حالا ما یه روز اومدیم غم نخوریم، ولی نمیشه. حالا این مجسمه حافظ اینجام پایش هست، خودش نیست، عکس پایه مجسمه حافظ که گفتم حافظا غایب تو از پایش شدی، با ولی از همسایه شدی. ولی بعد معلوم شد که شهرداری دعوا شده با چه میدونم سازمان زیباسازی شهر حافظ، کلک دروغ اینو برشن بردن. بعد اونا گفتن چرا میبرین، اینا گفتن نه ما بردیم امتحان کنیم، جای دیگه بذاریم، جای بهتری. پایش اینجا. دوران مرسی هم کلاسی هایی داشتیم. خب حالا دست میکردن یواشکی تو جیب کت آدمش. آره کت راحت بود که، کاپشن نبود اونجا. ما قبل از اختراع کاپشن اصلا به دنیا اومدیم. دست بگردن تو جیب کت دادن، اگه میفهمیدی گفتن آه شوخی کردم، آه 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 آه. خواستم بفهمم بدونم ببینم میفهمی یا نه. نفهمید ما میبرد. حالا میگم مداد پاکن بود، مداد تراش بود، یک قرونی بود دوزاری. و حالا اینا میگن ما مخصوصا نیستوشه اومدیم برداشتیم ببریم پایش اینجاست. بعد دعوا شده بین شهرداری و سازمان زیباسازی، نمیدونم چه چیز کلک بازی هایی تو کاری بود و چجوری شد، و دعوا یه جوری مثل که صلح کردن سر مجسمه حافظ که آقا حالا باشه، بعد مثلا نصفش میکنیم پایین تنش مال شما، بالا تنش زیبا سازی، پایین تنش ببره شهرداری، بالا تنش ولی مجسمه. حالا اگه مفرقی بود چه میدونم برونزی بود مثل مجسمه باطاهر یا اون خیام و اونایی که دوزیدن برده، حالا مجسمه سنگ مرمر نمیدونم چیکار میخواستم بکنن. حالا من اومده دارم غم نخورم، از خود مجسمه حافظ شروع کردم غم خوردن. ولی حالا میخونم حافظا شرمنده من شب تا سحر غم میخورم، حافظا شرمنده من. آها بعد مجسمه حافظ رو آوردن، حالا اینجا نگاه کنیم پیچیدنش توی کاغذی که مثلا محفوظ بمونه. حافظ رو چه میدونم چی میگه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حاجب حافظ رو حجابش کردن، حجابش پوشوندنش خورس آلام. اون وقت آوردن اینها مثل دسته گل، مثل شاخ شمشاد گذاشتن حافظو سر جاش. ولی خب نزدیک بود نذارن، بازم این اینگه اون چیزایی بود که گندش در اومده بود. اون هفته گفتم خیلی از چیزا اون گندش در نمیاره، خیلی از کامیونایی که طلا میبره گندش در نمیاره، خیلی پولایی که آقای خاوری ها برمی دار میبرن گندش در نمیاره، خیلی زنانی که کشته میشن مثل اون خانم قائم مقامی خبرش
همه جا نمیپیچه، بعضی ها دیگه به قول اینا هر از گاهی راندومی به قول خارجی ها یه چیزایی گنش در میاد یا یه چیزایی لو میدن که زیر لو دادن این چیز یه چیزایی که لو نباد بدن اونجا این آره یه رشوه میدن حالا به افکار عمومی که حواسی چیز بشه مثلا من میدونم همین روزا همین اتفاق میفته میرسن کربی آزاد میشن آزاد شدن خواهد شد زیر شما ببینین چه خواهد شد چه خواهد شد چه خواهد کرد با زندان سیاسی چه خواهند کرد وقتی از زندان سیاسی آزاد بکنن فلانی آزاد شد آره بقیه هم باید آزاد بشن بلکه همه شون هیچ کاری نکردن همه شون میگنن کار حالا آقای عکس حافظ بذارید این مجسمه دیگه حالا میترسم مدعی پیدا کنه گفتم نصف شغل قراره اونا بگیرن ایرا آره اینم قشنگی ولی حافظی است حافظ نیست عکس تو آرشیو ببینید اتاق فرمان تو آرشیو ببینید قربون عکس حافظ خیلی ممنون این حافظ اسد آقا حافظ شیراز تو شادمان از انگار تولد آقازادش بشار جونه چیزی بیشتری هم نمیخوام بگم آقای خاتمی ناراحت میشه وقتی این مردش آقای خاتمی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی دق 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 رفت دمشق زیر تابوت شو بگیره همون موقع که من فهمیدم که حافظ اسد آدم گنده ای نه فهمیدم تابوتش تابوت سنگینیه که این با آقای آخوند عبای شکلاتی هم باید نمیدونم موقع رئیس جمهور بود یا نه بود فرق نمیکنه هیچ فرق نبود همیشه هم بود الان هم هست باشد رفت اونجا خب دیگه اینا لازمه دیگه هم اون هم اصول الله جوردی جلاده بیده که ایشون آقای خاتمی جون گفتش که این سرباز فداکار انقلاب آقا نه این آقا رو بردارین حافظ تو آرشیو نگاه کنین حافظ مرسی یعنی فرانسویش گفتم تنکیو اینم انگلیسیش آقا نه این ها این حافظ رو بردارین اتاق فرمان لطفا این حافظ چیز حافظ ناظری پسر شهرام ناظریه با پدرش این آرشیوش ببخشید حالا خوبه بازم خوبه حالا این بهتر از حافظ اسد اقلا هنرمند و باباش اون بابا هنرمند و چقدر خوبه که شهرام ناظری و شجریان عزیز و ایرج خارجی امیری عزیز اینا همه فرزندانشون هم پسران برومندشون هم مثل خودشون خواننده شد آره یه خدمت ها که من به عالم هنر خوانندگی کردم این که نذاشتم پسرم خواننده بشه آقا نمیدونید صداش این صدای منه یعنی فقط صداش فقط به درد نویسندگی میخوره باز همین نویسنده شده به انگلیسی هم مینویسه تو روزنامه انگلیسی مینویسه ولی این جوانان خوش صدا که پدران خوش صدا دارند و پیرو راه اونها رهروی اونها هستند چقدر ما دوستشون داریم ولی آقا عکس حافظ حافظ آره حافظ شیرازی بسید بله حافظ شیرازی آم خیلی ممنون حالا من بخونم اینو آها دیگه عکس عوضی نمیذاریم اتاق فرمان لطفا اصلا از اول میخوانم حافظا شرمنده من شب تا سحر غم میخورم هرچی گویی غم مخور من بیشتر غم میخورم مژده میدادی به پایان میرسد ایام غم من برای مژده های بی ثمر غم میخورم اولا چون یوسف گم گشتم آقا اتاق فرمان یه عکس یوسف یوسف های مینیاتوری هستش آره یوسف
مثل زلیخا. آی یوسف بویفرند زلیخا. این نه، این یوسف ثانعیه، این یوسف گمگشته نیست، این خود یوسف ها رو گمگشته میکنه. نه برش دارین، این همکار چیز بوده، این همکار همین آقای امیک گاز بگیره، الان اونم امیر حسینه. آخه این آقای یوسف ثانعی خوب چیز شده دیگه، حالا ایشون هم دیگه آخ سبز شده، داره با حسین راجبه برگشت با امیر حسین به دوران طلایی امام صحبت میکنه. آقا عوضش کنید، گم یوسف، یوسف معمولی. ممنون آقا. این نه، این چیزه، این این یوسف کت استیونسه که بعدن خواننده انگلیسی که بعدا شد یوسف اسلام، یوسف اسلام، این اونه. بعد اینجوری شد، به اسلام گروید، اسلام آورد. بعضی خب اسلام که میارن، نمیدونم صدای این صندلی رو میارن نیاد توی میکروفون، بعضی که اسلام که میارن ستار زدن رو میزدن کنار، بعضی گیتار زدن رو میزدن کنار، نمیدونم کت اسم کت سیونس بعد اسمش میتوش یوسف اسلام بود، گربت الاسلام میتوش بهتر بود. تا حالا آقا اینو نمیخوام، اصلا ما یوسف نخواستیم. اولا چون یوسف گمگشتم پیدا نشد، بهران ناکام مفقود الاثر، غم میخورم یوسف گمگشته، ما گمگشته تو آرشیف. اولا چون یوسف گمگشتن پیدا نشد، بران ناکام مفقود الاثر، غم میخورم. ثانیا چون کلبه احزان و این غم دید دل، و از اشان بدتر شده از هر نظر، غم میخورم. ثانیا چون کلبه احزان و این غم دید دل، و از اشان بدتر شده از هر نظر، غم میخورم. ثانیا رو دوبار خوندم. ثالثا چون این سر شورید سامانی نیافت، بر سر خود میزنم و از بحر سر غم میخورم. رابن چون مانده یکسان حال دوران قرنها، دور خود میچرخم و از دور و بر غم میخورم. یعنی بابا در کنم از ابیات حافظ یه مورد غمخوری برای من. خامسن با خواندن هر یک ز ابیات دیگر، یا مفصل یا مفید و مختصر، غم میخورم. در بیابان ذوق و شوقم یک نفس اکسیژن است، ترس مین دارم ولی زین ره گذر، غم میخورم. در خیابان با امید انتخاب سرنوشت، از شعار زنده باد و مرگ بر، غم میخورم. چون که انترناسیونالیستم در غم خوری، هر کجا باشد یکی فرد بشر، غم میخورم. با نژاد و قوم کس کاری ندارم، برخلاف رژیم اسلامی که با نژاد و قوم کار داره. آقا این کرده، اون بلوچه، این ترکه، خب همین حتما آدم ها باید اهل خامنه و رفسنجان و خمین و این ورا باشن که زنده بمونن و آدم بکشن و بدزدن و بچه. خب اینا که کردن، لورن، ترکن، بلوچن، نمیخوان این کار رو بکنن، فقط میخوان شرافتمندانه زندگی کنن. البته شرافتمندانه زندگی کردن در کنار شما خیلی کار مشکلیه، ولی این ملتی داره شرافتمندانه به هر حال
چی بگم؟ با نژاد و قومی کس کاری ندارم. زین سبب بهر 6 میلیارد و 100 میلیون نفر غم میخورم. با نژاد و قومی کس کاری ندارم. زین سبب زین جهت بهر 6 میلیارد و 100 میلیون نفر. اون موقع که من این شعر رو گفتم جمعیت کره زمین 6 میلیارد و 100 میلیون نفر بوده، الان فکر کنم که 6 میلیارد و کمتر از 100 میلیون نفره. برای این اعدامایی که آقای کابینه تغییر و تدبیر و امید و اینا گفت تغییر، بله تغییر فرق کرده با کابینه احمدی نژاد، تغییر داره. اونا بعد از ظهر اعدام میکردن، اینا صبح ها اعدام میکنن. با نژاد و قومی کس کاری ندارم. زین سبب بر 6 میلیارد و 100 میلیون نفر غم میخورم. هم برای خاله آقای نلسون ماندلا، هم برای عمه شیخ قطر غم میخورم. تبعیض قائل نمیشین که حقوق بشر دیگه. آدم همین شق قطر هم به حال آدم بعمه است. هم برای خاله آقای نلسون ماندلا، هم برای عمه شق قطر غم میخورم. در ملاقات سران بهر پرزیدنت ها، در طویله از برای هرچه خر غم میخورم. بهر حیوانات زندانی به هرچه باغ وحش، در قفس از یاد رفته محتضر غم میخورم. از وجود جانیان مثل بوش، عین بلر، همچنین بن لادن و ملا عمر غم میخورم. محققان در آینده تاریخ نویسان خواهد فهمید که این سرود من مال قبل از کشته شدن بی‌محاکمه بن لادن هست در پاکستان، که آقای آخ جون اومد با جون و اونای جونای دیگه همجوری نشسته بودن از تلویزیون آدم کشی رو نگاه میکردند. کشتن یک آدم کش دیگه به دست یک حکومت مقتدر بدون محاکمه، اونم آدم کوچی که دیگه الان فقط یه پتو انداخته بود و دوش خودش، بدبخت داشت ظاهرا تلویزیون نگاه میکرد و باطنن به اون همه جنایتی که کرده بود با وجدان معذب خودش لابد کلنجار میرفت. بازم این دولت ها توقع دارن همه ادعا دارن آدم باشند محاکمه کنند، که میدونه اونجاست، پیداش که کردی بیارش محاکمهش کن. چطور صدامو اینجوری اعدام کردین جلو چشم همه؟ به من چه؟ من اصلا قرار نبود این حرفا رو بزنم، که من قرار بود که این غم مخورم. ولی خب این وجود جانیانی مثل بوش، این بلر، همچنین بن لادن و ملا عمر غم میخورم. تا که در باغ وطن بینم که هر مسکین درخت رأی خود بر اره داده یا تبر غم میخورم. درخت های اصلاح طلب. تا که در باغ وطن بینم که هر مسکین درخت رأی خود بر اره داده یا تبر غم میخورم. بهر آن ماتم سرا جغرافی نفرین شده، از خلیج فارس تا بحر خزر غم میخورم. گربه رو یادم رفت بکن. بهر این گربه اینجا چی؟ در خطر. حالا نه دیگه، حالا قبلا فکرش کرده بودم بهتر بدی سرایی نکنم. حیف این گربه ماست که
همینجوری بی خود یادم بجوری بچه ها این گروه این رو گفتم که برای شاره اصلا چرا برحال ماتم سر و جغرافی نفرین شده از خلیج فارس و بحر خزر غم میخورم زان همه فحشی که ایرانی به ایرانی دهد چون که گلگیری به مالت بر سپر غم میخورم. البته قبل از اختراع بیمه اینجوری بود که تا گلگیری به سپری خود ایرانی ایرانی نه حالا حتما کشورهای دیگه هم میکنم که میومدن وقتی بیمه اومده خود دیگه کتک کاری نداره ولی ملاحظه بفرمایید ممنون اتاق فرمان ممنون بالاخره یه عکس مناسب توشون دادیم ماشینا خوردن به هم راننده هاش هم خوردن به هم در حالی که لازم نیست ماشین بیمه است بیمه طرف مقابل بیمه شخص ثالثه ولی تو تصادفات که تو مملکت ما میشه خیلی وقتا بعضی وقتا البته اینجوریه بیمه نه تنها شخص ثالث درگیره بلکه تعداد افراد دیگه از افراد خانوادگی طرفین درگیر ماجرا میشن هر کسی یه حق بیمه خواهر و مادر و جد و آباد بخشی از این بیمه رو مسکه باید بپردازن خدا رو شکر حالا خدا رو من دیگه این وسطا باید شکر کنم منظورم اینه که حالا خیلی خوبه که این عکس صدا نداره و فیلم نیست ما باید گوشمونو میگرفتیم چون قابل پخش از تلویزیون نبود که بعد از این تصادف این دوست ما باباش از ایران اومده پریشب یک تصادف شدید تو همین لندن تو همین محله ما پارک رویال غرب لندنه پارک رویال پارک شاهنشاهی نیست و محله صنعتی اسمش پارک رویاله این چراغ زده تو ایران چراغ که میزنی یعنی برو کنار من دارم میام برا چراغ تو انگلیس چراغ که میزنی یعنی شما تشریف بیارید بیارید بفرمایید این پدر دوست ما چراغ زده سنی هم ندارد که همسن منه بعد اون بیچاره انگلیسی خیال کرده میگه خب بیا برو این اومده اینم که چون چراغ زده بوده دیگه جاده رو در اختیار خودش میدیده و فکر کرده که مطلقا اوست که باید بره بخواد چراغ زده این میره اون میره بام میخورم به هم حالا اومده میگه آره من چراغ زدم ولی اون مثل که نفهمید حالا به هر حال من معنی چراغ هم فرق میکنه من اینو بگم که هموطنان ما که میان اینجا چراغ میزنن خیال نکنم میتونم برن بزنن طرف مقابل بره بگذاریم زان همه فوشی که ایرانی به ایرانی دهد چون که گلگیری به مالت بر سپر غم میخورم غم خوری در ماه شرعی بیشتر دارد ثواب من خصوصا در محرم یا سفر غم میخورم همین ماه دیگه من به موقع دارم با اون غم میخورم شب که ملا میکند افطار با جوجه کباب من از این که کشته شد مرغ سحر غم. شب که ملا می کند افطار با جوجه کباب من از این که کشته شد مرغ سحر غم می خورم همچنین وقتی که اسرائیل می گوید ز صلح در غم آن کفتر بی بال و پر غم می خورم تازه سوسیالیزم می گویند این هوچیگران از برای کار مارکس و کارگر غم میخورم
تا زمام این جهان در دست مشتی جاهل است، بابت هر اتفاق و هر خبر غم میخورم. راستش هر جا که یک واعظ به خلوت میرود، از حسادت بهر آن کار دیگر غم میخورم. این که امام جمعه تویسرکان اتاق فرمان عزیز، آقا برش دارید. من حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، اینطوری هم حسادت نمی کنیم. خواهش میکنم برش دارید، ببخشید ببخشید. این اتاق فرمان ما امشب فرماندارش بود که یه خود حواسش پرت. راستش هر جا که یک واعظ به خلوت می رود، از حسادت بهران کار دیگر غم میخورم. با جوانان میروم دیسکو، همه در حال رقص، من اتوماتیکمان غیر در کمر غم میخورم. در محیط خانه خود مثل برج زهر مار، بابت سقف و کف و دیوار و در غم میخورم. چون ز غمهای زمینی میکنم خود را رها، مدتی از گردش شمس و قمر غم میخورم. کارها با غمخوری بدتر شد و بهتر نشد، حضرت عباسی 2% با ضرر غم میخورم. گفته بودی غم مخور ای خواجه جان، رویم سیاه، روز و شب با چشم خشک و چشم تر غم میخورم. ایستاده یا نشسته، روبرو یا نیم رخ نیم خیزم، تاق بازم یادم هر غم میخورم. هادیا طنز تو گاهی مایه خرسندی است، زین جهت شیرین تر از قند و شکر غم میخورم. و سعی میکنیم که غم نخوری. آن چطور خنده دارم هست الان، این چطور خنده داری میگم به براتون که حال کنین. و خب مال من نیست، ولی خنده دار اصلا چون مال من نیست خنده داره. حالا این قضیه این آقاییه که داره راجع به امام زمان حرف میزنه و میگه که امام زمان دختر یزدگرد سومه و کشفیاتی کرده، میراث ماندگار امام هادی. ایشون استاد دانشگاه آقای خاتمی نامیه، نمیدونم در کدوم قبرستون دانشگاه درست کردن. تو رو خدا، تو رو همون امامایی که میگه امام هادی علیه السلام، گوش بدین ببینین چی میگه، گوش بدین. البته چون میدونه چی میگه، خودش میدونه چی میگه، تموم نمی کنه جمله رو، بریده بریده قص 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 قص، خودش هم مونده توش که چی میخواد بگه. بدبخت استاد دانشگاه، انا لله و انا الیه راجعون. بشید. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگرد آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین امام زین العابدین آمده که خب مادر مطلبش، خب اصلا گای قیافه و اینا که خب اگه بگم امام زین ایرانی خب مادرش بره. میبینیم امام اس مادرش دختر رومه، قیصه و از بنی اسرائیل، چون اولادش همون صفاست. و اصلا این مادر گونه ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره، که اصلا اندام امام اصل ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی که میخوان اختصاص که اظهاره قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا بل خودمونه الان، مثلا دختر من، خب بچه ها به منم ربط داره، بچه ها مادر آقا مال مغرب بودند از جایی، و البته خدا میخواست اینو، یعنی به اون طرف وستن. مادر امام هشتم مال طرف های فرانسه هم. آره دیدی چجوری بریده بریده دختری از گرس بوم که اومد خانم امام حسین شد، که امام حسین زین العابدین جمله تموم نمیشه، هیکلش به ایرانی ها رفته. یعنی امام زین العابدین هیکلش اینجوری مثل منه. برو آقا، امام عصر میگه مادرش دختر رومه. چی مادرش دختر رومه؟ بنی اسرائیله، شکل موشدایانه. حالا ما میگفتیم ضد انقلاب، حالا اگه یه کرد این حرف رو میزد، یه بلوچ این حرف رو میزد، میگفتن آ این اون آ اون آ اون. استاد دانشگاه
از خودشونه. این مادرگونه روی بچهش که امام زمان باشه اثر داره، که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلیه. حالا این لحظه همون لحظه‌ای که میگه اندام امام عصر ما رو فیلم داره ببینید، اندامو چرا اینا اینجوری نشون میده که حتما دستور یعنی استخوان بندی ترجمه میکنه. بعد میگه این جمله الان مثل دختر من، خب بچه ها به منم ربط داره، بچه ها الان مثل دختر من، خب بچه ها به منم رب داره، بچه ها این حد در ظرف زدن این استاد دانشگاه این مثل که راجب دخترش با عیالش مثل که مشکلاتی داره، و یعنی الان مثل دختر من، خب بچه ها به منم رب داره، بچه ها نفهمیدم یعنی چه الان مثلا دختر من، خب بچه ها به منم رب داره، بچه ها که بعدم میگه امام هشتم مادرش مال طرفای فرانسه است. برو آقا، اگر امام هشتم مادرش فرانسوی بود نمیتونست بهش یاد بده که نمیتونست از بچگی بهش یاد بده اگه مادرش فرانسوی بود میتونست از بچگی اینجوری بهش یاد بده که بچه جون انگور مسموم نخور. عرفتیم رده بیده این فرانسه چقدر خوبه، از اون اینترنت من جمله انگور مسموم نخور رو در آوردن که اگه مادر امام رضا فرانسوی بوده خوبش میگفته. مادر امام هشتم با طرف فرانسه هم اصلا ائمه یه جوری وصف میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنم اینا، مثلا ما خودمونه اصلا یه خود برفتن نزدیکتر دقت میکردن شکلش نمایل همون مادر امام زین العابدین علیه السلام فهمیدید ایرانی بود. بله بله، خود دختر یزدگیر بود خیلی بله. آمدن بله تو سرا امام حسین که ایشون بود ایرانی ها لایزان میگفتن امام حسین داماد ماست و ما دایه زین العابدین. بعد میگه امام ایرانی ها میگفتن امام حسین داماد ماست و ما دایه زین العابدین. آره این اینو میگه، مثل اون یکی گفتش که من رهبر خامنه ای وقتی دنیا اومد الله اکبر گفت و خطش میگردن حسین گفت هچ گفت. حالا اینم فردا چاخانهش رو توسعه میده که ایرانی ها میگفتن امام حسین داماد ماست، فردا میگه اصلا ایرانی ها میخوندن خونچه بیارین لاله بکارین خنده برارین میره به هجده امام حسین بله برون گل بیتکونه لب دسته دونه بدونه امام حسین چه قشنگه موی بافتش چه بلنده شهر با نو دختر یزدگرد چه قشنگه شوخوشنگه میره دوماد کجاییه؟ دوماد کربلاییه، عشقش خداییه، گل پسر زلفاش گلابتون لپاش به سال خون خوشخلق و مهربون امام حسین. وقتی که قراره که دوکو وا کنن و حتی از دهنشون در میاد بگن، خب این آقای استاد دانشگاه است، این شانس ورده عمله نیست، خیلی من بهش تبریک میگم. این عمله نشده، استاد دانشگاه شده. نقایی نفتی که بشنوی چی میگه؟ ایرانی ها لایزان میگفتن امام حسین داماد ماست. تا هفته آینده هم نخواهد میبینید. بله برونه گل میتکونه دست به دست دونه به دونه شادونه